خب رسیدیم به درب عالی کاخ گلستان، بریم که بلیط تهیه کنیم و بریم داخل تماشا کنیم. بلیط رو تهیه کردیم و بریم داخل. مجموعاً 210 تومن از تازه تغییر قیمت داشتم. بخش اصلی تالار سلام، تالار آج، موزه ظروف، تالار برلیان. نقش تاج کیانی، تاج شاهان قاجار. بریم داخل با هم تماشا کنیم. بلیط که دادیم حتما باید کفپوش می‌پوشیدیم. شروع کنیم بازدید از بخش اصلی رو. برگزار تالار بسیار بسیار زیبای کاخ گلستان راه رو هستش که اگر فیلم های جشن ازدواج محمد رضا شاه پهلوی رو ببینیم با بانو سرعی اگر اشتباه نکنم، بله بله بانو سرعی اینجا برگزار شده و خب شاهزادگان و رجال و میهمانان در این منطقه در حال عبور مرور هست. سرعی اگر اشتباه نکنم، بله بله بانو شیهای زیبای قاجاری با نقوش مختلف. اینجا تالار آینه هستش، تالار آج رو داریم و موزه سلام و موزه گچبری های بی نظیر این کاخ با ترکیب همیش با آبی جذاب و زیباست. کاشی های معروفی تالار موزه یا تالار سلام، تالار تاج گذاری کنن و همونطور که گفتم بعد از سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا و دیدن موزه ها و اینکه خوششون میاد اینجا تصمیم میگیرن که بنا کنن و آثار با ارزش که داشتن و فراخور حال خودشون جمع آوری کرده بودن، کلکسیون بود، سعی میکنن که اینجا رو به باغ گلستان بنا کنن و اینجا رو به موزه تبدیل کنن. چیزی که هستش یه تغییراتی در زمان تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی اینجا رخ میده توسط دیزاینرها. اینجاها همه دیوار بوده، اینجا دیوار بوده، تک تک تمام این فضاها بینش دیوار بودی که به صورت قرفه قرفه در اومده بوده زمان ناصرالدین شاه که به عنوان موزه استفاده شه، ولیکن برداشته میشه و به صورت راه رو در میاد. شروع کنیم از اول موزه. تابلوی معروف کمال الملک به ناصرالدین شاه در تالار بغلی در تالار آینه موزه. تابلوی معروف کمال الملک یادی که این اثر کار شده واقعا بی‌نظیره.
مجسمه ناصرالدین شاه. مجسمه سازی تو اسلام ممنوع بوده، حرام بوده و اجازه قاعدتاً مجسمه سازی نبوده. و وقتی اولین مجسمه رو که به ناصرالدین شاه اهدا میکنن در سفر اروپاییشون به فرانسه، به ایران میاد، ناصرالدین شاه از این ایده خوشش میاد و سعی میکنه اونو در ایران اجرا کنه و چندین مجسمه بسازه. در حالا قورخانه مبارکه ریختگری میکنن، قالب میگیرن و مجسمه های برنزی و حالا با جنسای دیگه دقیقا اطلاع ندارم ساخته میشه و شروعی برای مجسمه سازی در عصر ناصرالدین شاه به وجود میاد. شهاب سنگ معروفی که به دربار هدیه داده میشه از زمان سلطنت ناصرالدین شاه. دقت کنید بسیار بسیار زیباست این کاشی ها، کاشی های هفت رنگ قاجار، مثل نمای فوق العاده ای داره، نمای از خود تالار. فیلم تاج گذاری محمد رضا شاه پهلوی رو که میبینیم، خود شاه و ملکه در انتظار تاج گذاری میکنن و در تمام این ردیف ها رجال و شاهزادگان قرار داشتن. مجسمه مظفرالدین شاه در ادامه همون جنبشی که راه افتاد توسط ناصرالدین شاه، نقاشی از تیک دولت برای عزاداری ها. این صندلی که ناصرالدین شاه بعد از ترور وقتی از حرم حضرت عبدالعظیم به کاخ گلستان برمیگردن، در واقع جنازه ایشون برمیگرده، روی این صندلی میشینه و نکته جالبی که داره اینه که خونی باقی مونده روی صندلی هستش. این بالای صندلی مشاهده کنید، مشخصه کاملا خون بعد از ترور ناصرالدین شاه بود. تصویری بی‌نظیر از کمال الملک از خلوت کریم خان، جزئیات بی‌نظیر. سردیس مظفرالدین شاه افرقی بود. نمای نوستر کاخ گلستان، دیگه نوستر و نمای از انتهای تالار موزه یا تاج گذاری. این ماکت تخت طاووس، این ماکت تخت نادری که هر دو در موزه جواهرات میدان فردوسی، موزه جواهرات بانک مرکزی نگهداری میشه. این دو ماکت اون هم شخصا که بر تخت نشسته ماکت ناصرالدین شاه هست، ماکت مینی ایشون، سردیس ایشون و فرش بی‌نظیری که مرد کاخ گلستانه. سردیس مظفرالدین شاه رو ما میبینیم، صندلی های مربوط به تاجگذاری پهلوی دوم، تاج کیانی ماکتشه، این هم در موزه جواهرات نگهداری میشه، همچنان صندلی و نمای بهتری از مجسمه ناصرالدین شاه. تصویری از ناصرالدین شاه و مادرشون مهده اولیا. صندلی از خاتم، یکی از اهدیه های جالب ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه. این ساعته که سر هر ساعته می شده، این تابوسی که
موضوع قرار داره بیرون میومده و آواز میخونده. همون تابوسی که آواز میخونده. سرویس دیگه از مظفر میشه. خاتم میز شطرنج به صندلی خاتم مجسمی از ناصرالدین شاه تصویری از حرم امام‌رضا صحنه انقلاب فکری دختران جدا بریم سراغ تالار آینه روسیه است سختشو ببین توضیحات مربوط به تالار آینه نمای دیگه از تالار آینه عجبی دیگه تالار آج نه به خاطر اون آج هایی که اینجا هستش بهش آج میگفتن مثلا آجا من خودم مثلا کودکی میومدم تجه دیگه قرار داشت تو همون راه رو آج در ترکی ظاهرا به معنای سفره هستش و اینجا محل غذاخوری بوده تابلوی از مظفرالدین شاه تابلوی از ناصرالدین شاه تمام بعد صندلی هایی با نشان پهلوی تابلوی دیگه از ناصرالدین شاه تابلوی کوچیک تصویر احمد شاه قاجار مبلمان کودکی مظفرالدین شاه احمد شاه و یک تصویر کوچیک در انتها تصویر دیگه ای از مظفرالدین شاه تصویری از محمد شاه قاجار این قسمتی که پشت ستونه دقیقا همون جایی که بیرون توضیح دادم اینجا ایوان بوده که در زمان ناصرالدین شاه اضافه میشه به بنا و این سقف ها جدیدتر از این طرف هستش
سیاسی که تاقل امدرایی هسته. ظروف سلطنتی اهدایی های ناپلئون سوم به دربار، ظروف بسیار زیبا، سرویس های چایخوری چینی، ظروف فرمایشی، فرمایش نایب السلطنه کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه، ظروف چینی، سفارش انگلیس، لوازم تحریر سنگ مالاشت. کلیسای سن پیتر، ظروف کریستال، محصول چکسلواکی، ظروف چینی فرمایشی، فرمایش فتلیشه قاجار، ظروف گل مرغی، چینی ها اهدایی به دربار قاجار و ظروف چینی صورتی. ادامه این مسیر وارد امارات بریلیان میشیم که فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه اینجا صادر میشه. اولین مجلس شورای ملی اینجا تشکیل میشه. هندسه مظفرالدین شاه، هندسه عمومی مظفرالدین شاه، تصویری از احمد شاه قاجار، هندسه مومی محمد علی شاه، هندسه مومی احمد شاه. جلوش قدیمی کنم؟ نه، خشم نه.
شیر و خورشید اینجا با منبت در اومده و بالش هم تاج کیانی قاجاریه. اینجا هم نمایی از بیرون تالار بلبلیان. اون هم همون صدری که وارد شدیم. اینجا تصویر معروفی هست که مظفر چلبه پنجره نشستن و کاغذی به بیرون سالار میدن. اون بالا هم کتیبه از مظفرالدین شاه قاجاره که مردم مشروطه است و بعد از فرمان مشروطه اونجا نصب میشه. در پشت سر من درخت تنومندی از دوره قاجار رو میبینیم و این سمت هم همون کاشی های معروف هفت‌رنگ قاجار. ممنون که توی ویدیو همراه من بودین. ادامه کاخ کردستان که شامل عمارت بادگیر، شمس‌العماره، حوضخانه، عمارت الماس و چادرخانه، اینها رو در یک ویدیو دیگه به صورت مجزا تهیه میکنم و به اشتراک میذارم. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین. ممنون که همراه من بودین. خدا نگهدار.